امیر مهدی جوله. آره الان تازگی شد 10 ماهش اینا، ولی بعدم که از بعد خندوان مسیر من عوض شد دیگه. آره تو یک پرونده بسیار جدی بازیگری برات. آره هر جا پیشنهاد نویسندگی میشه در میرم دیگه. نه بابا آره دیگه الان دوره همه دیگه، تا دیدم که قراره من مسئول نویسندگی دارم گفتم خدافظ ببخشید من نیستم، مثلا جاب کارم جای دیگه ایه دی. با آقای مدیری گفتم، گفتم آقای مدیر جای جذاب اینجا جای شماست دیگه، استند آپ میکنی با مردم چیز میکنی، مهمون با مهمون بازی میکنی اینا، میخوای بیا یه شب در میون با هم بریم. ولی نوشتن چی؟ مهران چی گفت؟ ببین خب قاعدتا اون چیزی که جواب این حرفه خیلی قابل گفتن نیستش. چی گفت؟ من مدیری خب خیلی با هم رفیقیم، یه چیزایی به من بگی که من نمیتونم به همه بگم. ولی آره خیلی چیز شد. ببین من اینجا خندوانه رو که بردم، بعد مصادف شد با اینکه اسخر فرهادی فراخوان داده بود برای فیلم فروشندش برای بازیگر. بعد من دیدم خب من سالها با مهران مدیری تو مطبوعات که تاپشو کار کردم، با مهران مدیری کار طنز و تاپشو کار کردم، گفتم قدم بعدی دیگه اسخر فرهادیه دیگه. بعد زنگ زدم به دستیاراش، اینا جوک نیست واقعا، زنگ زدم به دستیاراش، بعد گوشی رو برداشت گفتم سلام خوب هستی، من امیر مهدی جولم، من اسخر فرهادی رو میخوام. گفتن چی؟ گفتم مگه نگفتین بازی؟ من خواهم بازی کنم. گفتن خب همه دارن فیلم میفرستن، تو هم فیلم بفرست. گفتم این استنداپ هامو نشونش بدیم. استنداپ ها رو نشونش دادم، بند خودم رو درواسی بود یا چیز بود، اینه گوه حالا بیا. ما یه چند مرحله ای رو رفتیم جلو. واو. یعنی رفتیم اونجا اولا نفسی شهاب بازی کرد؟ اسخر فرهادی مثلا نمیگه قراره کیچی بازی بکنه. آره. اینا ولی اتودای نقشای اصلی و اینا رو زدیم. آره. حالا به من گفته بود اون موقع نگو، الان که دیگه کار از کار گذشته و دیگه جایزه هاشون هم گرفتن دیگه، بذار من قصه هامو بگم دیگه. بعد رفتیم اونجا، بعد گفتش که حالا موها رو داد رو پیشونی رو کوتاه کنه، بعد یه گفت تو دهنم آقای میرکیانی یه ذره صورتمو پرتر بکن. اول که خیلی دلبری کردم برای آقای فرهادی و اینا، شیرین بازی کردم. بعد گفتش که خانم بختاور چیز میکنه، اصلا من رو کست میکنه کارای ما رو، کلا صندلی چرخوندم خانم بختاور. خیلی ارادت دارم. رفتیم جلو و بعد گفت حالا بیا یه جاهایی مثلا یه اتودایی بزنیم و اتود نزده. رفتم اولین کاری که بلد بودم تو دومین اتود زدم زیر گریه، گفتم احتمالاً انتخاب میشم. ولی تا اینجا رفتیم، یه جا گفت به من دیگه گفت قد چیز نیست، گفت من ترکیب میچینم و تو این ترکیب الان مثلا قد تو بلنده و اینا. گفتم خب من که تجزیه‌ام به درد نمیخورم، به درد ترکیب باید میخوردم دیگه. ولی قد بالا یعنی ببین خوشگلی چند بار باید کات دست آدم بده رعنایی و اینا دیگه. ولی گفت قدت بلنده اینا، ولی دوست داشت منو دیگه. حالا برای فیلم بعدی ایشالا شنیدم خانه پنلوپ کروز قدش بلنده. حالا اسپانیایی هم که کاری نداریم میگیم دیگه، چهارتا سانتیاگو برنابو بارسلونا نمیدونم سالگاد و اینا از این چیزا میگیم دیگه. بعد اون تموم شد، بعد پیمان به من زنگ زد گفت ببین یه نقشی هستش اینا. گفتم آخه من نمیتونم. گفت نه خودتی. گفتم باشه چیه اینا؟ گفت یه آدم خیلی قالطاقیه که خیلی مظلوم نمایی میکنه.